ریزه ریزه رو نگاه کن آیا میبین. نمیخوام بگم که یعنی به جسه نیست دیگه، میبینیم مثلا ریزه میزه است و لاغر و مثلا چه تر و فرزه قشنگ بزنه داره. ببین من خیلی دوست دارم مثلا این مبارزه ای بکنم یکی بگیرم بزنم. برو بزن، خوب برو مبارزه کن بزن. دستم زیر سنگ سرهنگه، چیکار کنم؟ سنگو کی برداره؟ اصلا تو نواشی درو کی واکنه؟ چی بگه؟ سلام. سلام، حال شما؟ بفهم جناب سرنگ هستن؟ هستم ولی خستن. خواهرزاده شون هم من جان امنتون. من باشون قرار داشتم. برنش بر بفهمید. بفهم. جانا هیچی میگیم بهشون من باشون قرار دارم؟ نگم خودت چشه. چیم چشه؟ نگم خودش آدم چشه، مثلا خودش هم یه هویتیه دیگه، شخصیتی داره. من برای چی باید شبیه یکی دیگه کنه خودش؟ نمیدونم بگم کی اومده؟ ایلیا کیوان. سلام جناب کیوان، خیلی خوش اومدین، سرافرازمون کردین. خیلی ممنون، من با جناب سرهنگ قرار داشتم. بله من الان میرسم خدمتتون. خیلی خوش اومدین، سرافرازمون کردین، منتظرتون هستم. بفهم فقط جناب کیوان ببخشید، کارتون که تمام شد خواستیم بریم یه چند لحظه وای میسین یه عکس با هم بندازیم. بچه‌های ما عاشق شما. با افتخار جناب سرهنگ. آی کیوان تشریف آوردن. بفهم. چیه؟ کی بود؟ ایلیا کیوان، همون مدل و فلان. اینجا چی میخواد؟ سلبریتی دیگه اومده محافظ بگیره. عجب. آقای کیوان دیگه شما که بفهمید ایلیا. نه خیر، بنده جسارت نمیکنم خدمت شما. شما ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه الان مشهور هستین، سلبریتی هستین، میدونین کلی دنبال کننده دنبالتون هستن. نه، این فالوورای دنیای مجازی همش هم واقعا مجازیه. مهم این واقعیته که من در خدمت شما و ارادت. به به، چقدرم فروتنی این خدمت شما. خواستم خدمتتون عرض بکنم که حالا شما واقعا دلتون نمیخواد که به پلیس خبر بدین؟ راستش اولا که خیلی مطمئن نیستم که این پیام‌ها و ایمیل‌ها جدی باشن، چون از یکی دوتا شماره نیست، تعدادش خیلی داره زیاد میشه. بعدم میترسم پامو بذارم تو کلانتری، یه عکسی فیلمی چیزی ازم در بیاد، تمام این پیجای رقیبا فقط منتظرن یه آتویی از من داشته باشن که زندگیمو نابود کنن. میفهمم، حق دارین، حق دارین. بله دیگه، تنها چیزی که به عقلم رسید این بود که بیام پیش شما و از این دوستی که بین ما هست یه استفاده بکنم. خواهش میکنم، شما لطف دارین، لطف دارین. خواهش میکنم. ببینید من یه دو تا نیروی آزاد الان دارم که اینجا من عکساشو خدمتتون نشون میدم. شما عکس هست... میخواین نشون بدین که واقعا نیازی نیست من به شما اعتماد کنم. چرا؟ بله سلام، خوبین؟ خوب هستین؟ آقای اسدی، کامران اسدی، فرزادشون. بله دیدمشون بیرون، خیلی هم آدم شوخ طبعی هستن. چرا بچه بابت؟ خودت چشه؟ نه جدی گفتم، اونو کاملا جدی گفتم. میگم هر کی بعد اومد خودش باشه دیگه، چه استار یکی دیگه باشه. بله بله خیلی ممنونم. همون چیزی که هست و بعد انسان نشون بده. زحمت کشیدید، بفرمایید شما. خواهش باشم کاری چیزی. نه کاری نیست، کاری نیست. شما بفرمایید. یهو. بله خیلی ممنونم آقای اسدی. مرسی. عرض به حضورتون که این برنامه شما تاریخش کیه؟ وقتش کیه است؟ با اجازتون. دهم همین ماه ساعت 4 بعد از ظهر من با یه برندی قرارداد بستم که باید تو ایونتشون باشم. از قبل پول رو هم واریز کردم. باید برم تو ایونتشون و تبلیغاتشون رو بکنم. یعنی چیزی نیست که بتونم کنسلش کنم. درست. به خاطر همین اگه این محافظه بتونه یکی دو روزم زودتر با من باشه که خیال من راحت‌تر. بروچش.
شما خیالتون راحت. راحت راحت. من حتما براتون یه خوبشو جدا میکنم و همراهتون میفرستم که فقط یه خواهش دارم. نمیخوام خیلی درشت و عضله باشه. یعنی نمیخوام تابلوشی که بادیگارده. به خاطری که سری برام داستان درست میکنن که حالا چه شخصیتیه که داره با خودش محافظ میاره و اینا. بعدش هم در مورد خودم ماشاءالله اینا اگر درشت باشن و گنده من اصلا خودم... من گرفتم. اونو گنده باشن شما یه اون وسط. نه من گرفتم. میخوان نامحسوس باشه. من نامحسوس همراهتون میفرستم. شما خیالتون راحت. بفرمایید. چایتون رو میکنی آقا شما چرا؟ شما دیگه سلبین الان سلب بفهمید آقای حمیدی برادر حمیدی بله میگم الان محافظ کیو میده زرنگ بهش به نظره چه میدونم فریدی شهرامی یکی از بچه ها دیگه فرید و شهرامی خیلی خوش آمد قربون شما خیلی زحمت خواهش میکنم تشریف اجازه بدین تا دم در بیام خیلی زحمت قربون شما خوشحال شدم خدا نگهدارت جمع کیوان بس عکس و ما بندازیم خواهش میکنم من شرمندم و از تو زحمت شه کامران جان شما میشه بری اون بر جمع کیوان یه ذره نزدیک شین نه کامل جان برو اون بر کامل برو اون بر چرا که بخندی خیلی لطف کردی خوشحال شدم روز بخیر کیوان چی شده؟ مانع رفتنتونه؟ آره این اصلا چیه اینجا؟ گلدون جلو در چرا خب برش رو بذاریم اون خیلی سنگینه نمیشه تکونده مگه میشه سنگین نیست ببینم برگات ریخ؟ چه؟ نه یعنی میگم الان داریم به این فکر میکنیم که من اینو از اونجا چجوری آوردم اینجا؟ اون که بله ولی بیشتر دارم به این فکر میکنم گلدون جلو در چی کار میکنه؟ خب ببینی این گلدون ها رو نه که ما سم میزنیم یه وقتایی من مثلا میارم میشون اونجا که یه بادی بخوره سم از تن گلدون به دور شه حالا میگم مشکل پیش نیاد براتون که سم ما اینا نرفت و سر و صورتتون که نه ولی تو سر صورت شما که رفت بله من که مشکل ندارم من آدم سمی ام یعنی کلا بالاخره محافظم دیگه یعنی کارم حفاظت از جان شماست دیگه شما نوعی خوش آمد خداحافظ خواهش میکنم سلامت باشی خدا نگهدار اسدی تو گلدون گوشتی جلو در بله دیگه همین گلدونه رو از اینو؟ بله از اونجا بردم اونجا اونجا آوردم این دوباره اینجا این کارا چیه میکنی که ارباب رجوع میان دیگه ببینن دیگه قابلیت مجموعه رو ببینن با من آشنا شن توانایی با مدیریت بالاخره بعد انجام شه قبول کن بعد شما سم زدی به این گلدون نه خیر برای چی گفتی قمپوست سلام چطوری؟ خوبم تو چطوری؟ خوبم اینجا چی کار میکنی؟ داشتم نگاه میکردم ببینم پرواز میتونم بکنم والا چیزی که من از تو دیدم پروازم میتونی بکنی فکر کردم باز یکی فرستادی زیر ماشین چرا دیروز نیومدی سر کلاس زنگم زدم جواب ندادی یکم گرفتار بودم اشکوکی میزنی خیره ایشالله نه بابا خیر سراغ ما نمیاد کوچولو چطوره خوبه پیش همسایه هست این همسایه چرا؟ ای باباش نیست نه نیست کجاست؟ چیزی شده؟ نه برای کار رفته عسلویه چرا مگه اینجا کارگاه اینجا کار نمیکرد؟ چرا؟ ولی کارشون خوب نبود خیلی داداشش هم اونجا بود که بهش گفت رفت اونجا خب از دانشگاه چی میشه؟ فعلا که مرخصی گرفته ولی شاید دیگه نتونه ادامه بده اینجایی که برای تو خیلی سخت میشه نه؟ آره خب سخته خیلی هم سخته با یه بچه توی شهر غریب دانشگاه میخوام چی کار میشه کرد زندگی خرج داره بسته نخو
تو که همیشه دانشجو نمونی، بچت هم بزرگ میشه، واسه نخ. خب آره آج خدا بخواد. آره بابا بریم کلاس دیر شد. چه خبر؟ آره هیچ، یکی یه سر کارا و بابا بود سرم شروعه این بوده بود. بشین بریم. بگیر اینو درشو به من، درشو بزار کابوده به من. این چه رو دادی به من؟ دکنم بیا بگیر بده. بیا ببینیم این بر بزن. بیا دفع بیا کجا بری پس؟ او برم بزارم بیام میگه. نمیخواد داشتیم بریم. نگاه میکنی؟ هیچی، میگم اصلا باحال میشد برای شهرام ما هم بودیم پوشش میدادم. من تو شهرام پوشش میدادی؟ یکی میخواد خودتو پوشش بده. برای منظورم اینو تیم میشدیم ما هم دیگه، خوب میشد تیم شیم دیگه. کامران شهرام ارزشونش سه برابر توه، سه برابر تو. رزمیکاره، کاراتکاره، بدنکاره، تو چی آخه؟ تو اسدی؟ تو چی؟ ای بابا حالا هی تو فنون رزمی اینا رو بزن تو سر ما. همین پسره آقای اسمش چی بود؟ کی؟ همین میرود. چی بود اسمش؟ سیامک. سیامک تبر گردنشو نمیزنه. خب. خوابش نبرده بود همه اونجا. بابا یادم ننداز الان اعصابم خرد میشه دوباره. آدم فرستادیم درست حسابی مثلا رفته اونجا خوابیده همه چی رو بردن. میگم به همش که به اون زوره نیستش که دقت و هوشه و هوشه و خب دیگه جیبت تو نداری دیگه. چرا ندارم؟ نداری دیگه. ما نازم تو ذوق ما بزن ما هم یه گوشه کارو دست بگیریم دیگه. بابام میگفت قدیم چی مثال میگفت هیکلی و غیرتی چخ. هیکلی چو خیرتی و همون یعنی میخوام بگم دایی بزمون خودمونو نشون بده. باز گفت دایی سرهنگ و هرچی بزرگ بارو راتو برو اینقدر حد نزن. بله جانم بوغ نزن با شما نبودن. چشم میرسونی خودم میای بوغ دستم میره برسن. چطور تو اینو نشنفتی؟ نمیدونم والا من با این سنم بین هزار نفر ببینم خوب پیش نزدم. دنبال این داستان دیگه شیطونی دیگه مادر من اگه گوش حواس درست حسابی داشت روی امتحان پلیسی قبول میشد. تو امتحان پلیسی پدر مهربون من قبول شدم. آره ولی نخواستم برم. زور که نیست، نظر شخصیم بوده. نه آره. نفر آخر شدی با اون نمره هات آبروی منو بردی. حسن چرا حرف در میادی برای بچه؟ مادر من حرف در نیادم واقعیت ها رو دارم میگم. نمیره بگیره بخوابه. ببین این دفعه که گذشت، دفعه دیگه این کیوان اومد دفتر یه زنگ به من بزن از سری خودم میرسونم اونجا. برای چی؟ که بیای ببینی؟ آره مادر من گیر دادی یا گیر دادی به این کیوان. فقط همین اسمون در اینجا بلند شی بری اونجا هنرپیشه ببینی. هنرپیشه نیست، مدله. هر چی حالا آدم معروفیه بالاخره دیگه. ولی راستم میگه حالا این نفر داد درست میگه. منم فکر میکنم محیط کسب و کار و اینا است درست بعضی نداره اصلا. آره خوبم نیست چه مادرشیه چی. خب باشه اگه اومد تو سوارش کن نهار بیار خونه. فقط یه زنگ به من بزن من یه غذای خونگی عالی براش درست کنم که یادش نره. خیلی وقت بیچاره غذای خوب نخورد. باش چش سب کن بیدم سب کن سعی میکنم. تو برنامه غذایی نه از کجا میدونی؟ نه جدی سوال شد برام تو حرف نزن. حرف نزن خبر نداره که من یه عالمه هنرپیشه فالو کردم. تازه یه جام خوندم این بیچاره اینا که مشهورن نه رستوران میتونن برن نه مهمونی حتی خونه فک فامیلش آرامش ندارن. راست میگی مثلا این که دیگه تک و تنها سیبونی معلومه غذای خونگی مدت آخر نخورده دیگه. مادر من تقصیر شما نیست. همین گوشی همین موبایلا دروازه های فساد اینا دیگه. من نمیدونستم ستون این خونه یعنی مادر مارم میلرزونه. چی میگی؟
خاک بر سر من که دیگه این خونه جای موندن نیست مادر من. چه اینجوری کردی؟ نمیدونم قلب کرده این مدم مدم هم دیگه جاش اینجا اونو نبرد اینترنت بید زده وای این حال خوشی نداره ولی پسرت. نه بابا یه لحظه اینجوریه یه لحظه اینجوریه. بله متاسفانه. حالا من خودم برای این تمتو درست میکنم. آره تو رو خود وگر نمیمونم بی هیچی. شما که صبح بلند میشین تا شب میرین بیرون. من قوغلو قوغل تو این خونه تک و تنها. خب معلوم این زبون بسته دوست منه دیگه. برم من بخوابم میزم. تو کجا؟ الان داری میری تو خط نه بابا بشین یه دقیقه با هم حرف بزنیم. نه دیگه حرف زدیم الان میخوای دوباره بند کنی به من و زن بگیر و اینا منم حالم مثل اون میشه هایو بذار برم من. اصلا هر دوتونم برید اصلا حاضر نیستم دو کلمه با من حرف بزنم وقت به من نمیدم اینا. ماما ماما زرنا بله اردسا سلام علیکم با هر جلیتی جلور چمنده چطوری در خجالت کشمد بزرگی شدی واس خوده بس. چه خبری؟ بس هم تا شب تو خونم من خبری ندارم شما ها بیرونید بیام از این دختر خبری نشد نه؟ چه خبری؟ خب یه زعی میزدی مزه دهنشو میفهمیدی برای کامران ایفا ندیدی مادره چجوری با بیادبی ما رو از اون خونه بیرون کرد؟ بیادبی نبود خیلی ایفا بیادبی نبود؟ حالا خدا رحم کرد که کامران اصلا ازش خوشش نیمده بود نبود اصلا دیده وگرنه بچه‌م کلی غصه میخورد. مادر من راست میگه حق دارن دیگه. خب این مادر من با دست کوبیده رو حیوان مردم. خب به اون حیوان دلبسته بوده وابسته بوده. خیلی همه مثل ما سنگین نیستن که مثل این کامران حالیش نباشه هیچی. حلزون بهانه بود دنیا پر از حلزونه. کو اصلا حلزون نه سبزی بزرگ میشه. بیا اینا یه دم اینجا بود خودم دیدمش نگاه. حالا مادر من نمیخوای اون خشم باشه آره آره یه دونه دیدم اینجا یه دونه دیدم مامو ندور دار توی زنجه هستن حسن گل می روید به با گل می روید با شب نمیشون گاه سلام نون دارم برات داغ میکنم بشیم سونه رو بزنیم اشغال نون اینجا داغ میکنی؟ اخ تیر کموشاه نگاه آه آه دیدی نو؟ این ور میداری؟ آه میندازی تو اون قطعه میندازی تو؟ آه گذاشتی؟ آه میبندی؟ میذاری سر رو 1500 اینا؟ دو سه دقیقه میذاری بمونه؟ اینجوری اینجوریش هم خودش خودشی؟ آره بابا بیا بیا حالا اینا رو داغ کردم بزن قشنگ شیدی؟ بلی اکش یه گرفتی من میگه فعلا بیا اینا رو بزن و داغ کردم گل میروید به با گل گفتی گل ببین این باغچه همه چی داره استخ داره درخت های قشنگ گل نداره و تو این گل داره باغونه هم اصلا کنم باغونه یه با خودم باید ردیفش میکنم تو باغچه داشتی تا حالا خستم بفهمی باغونی چیه خراب میکنی باغچمو وقت بده یاد میگیرم دیگه توران جونم ردیف میکنم این اسم رو مغزمه چی؟ هم توران و اصلا نمیخواد دیگه به این زندگی به این استخ به این حیات اصلا نمیخواد خب میخواد توتورم صدا کنم توتورم توری جون توتویی توتی توتی جون بگو توتی جان توتی جان توتی جان نه توت اشوفه کنم اصلا دوستم اصلا بیخ برای بچه بیخ تو برای اصلا دوست ندارم سلام چه سلام چه قد بلندی عجب که لبخند میزنی و آنی که امروز که دیگه لبخند و حال خوش و اینایه چطوری که لقمه گنده برداریم آنی برای پنیر بزنی نه لقمه گنده کاری قشن چرب و نرم میگم صرافی و تلفوشینه خود تابلو شده ممکنه پلیس ردمون رو بزنه امروز میگم قشنگ دم بانک نه من دیگه نمیخوام از این کارو بکنم نه اصلا گوش نکردی ببینی چی میگم مثل اونا نیست سخت باشه پدر آدم درات که مثلا
آسون هلو بپر کرده. بچه هلو ببین قشنگ میریم دم باد وای میستیم خب. و من یه پول دارن نشون میکنم به تو که من برم دم باجه بهش بگم من اینقدر پول میخوام اونم اونقدر به من پول بداره. نه با اصلا لازم نیست بری تو. چرا بری دم باجه؟ همون دم در به پول داره که نشونش دادم بهت میگی که آقا خانم نه برو دم در. نه من نمیخوام از این کارو بکنم تو راه خانم. دلم میخواد از این تواناییم چرا راه خیر ازش استفاده کنم. آه یعنی رابطه تو خیابون کجا جک و جنازه افتاده بردار ببر بیمارستان. نه 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 چه اشکالی داره؟ اصلا دلم میخواد فقط از این کارو بکنم بعد همه اینا رو توی دفترچه خاطرات بنویسم بعد موقعی که زیاد شد برم بدم ویراستاری بعد ویراستاری چاپ کنه اسمش هم بذارم دفاع از حقوق بشریت. ای گلبونه کتابش برم من. هر وقت حقوق بابا کفاف زندگی ما رو داد تو برو بقیه حقوق بشریت رو بگیر. من اصلا بابام هم خودش راضیه که من این کار بکنم. دلش نمیخواد که ما اموال مردم رو بدزدیم. ببین به نظر من میگم به نظر تو چی؟ چیزی شده؟ نه میگم که چیزی شده؟ نه تو از طرف خودت حرف بزن. کجا لباس ببینم؟ بابا ببین اینو درستش کن. اینو درستش کن. من حوصله اصلا ندارم. اینو درستش کن. جوونه من چه چیزی میگی؟ خودت هم جوان بودی بالاخره. من اصلا یادم نیست جوون بودم چیکار کردم. من میگم قضیه رو زودتر حلش کن دیگه هیچی ندارم. یه قرون هم پول نداره. تمام شد. کامتم شد. من حالم انگار یه جوری که فکر کنم داری به خود زیاد خرج میکنی. حالت یه جوری که چجوری زیاد خرج میکنی؟ نه میگم چی خریدیم؟ ما چی خریدیم؟ نباید بخریدیم. نه ما یه ویلا خریدیم که نمیتونستیم. اونو که باید می‌خریدیم. من که دیگه نمیتونستم برای تون لونه موزه بکنم. نه بریم تو لونه موش دیگه. حالا ویلا رو خریدیم. وسایل نمیخواد، چیزی نمیخواد، میز نمیخواد، صندلی نمیخواد، مبل نمیخواد، سرویس خواهد. ویلا رو همینجوری خالی بذاری نمیشه. آشپزخونه نمیخواد، بشقاب، کاسه، چنگال، قاشق نمیخواد. آشپزخونه خالی باشه. یعنی یه چای صاف نمیخواد، یه دونه توستر نمیخواد، یه دونه مایکروویو نمیخواد. ماشین لباس چی ماشین ظرفشویی نمیخواد. نکنه توقع داری مردم میشم سر. حالا با چی ما میخواد لباس بشوری مگه باشه؟ آره چجوری بعد باشه من نباشم جای شما گرفتم. بذار برم قشنگ من با این صحبت کنم حل کنم جریانو بره بابا خودش اعصاب نمیزنم برات. بابا جون شیبه به من آمده میخورده با صحبت. نه بابا جون بذار من حرف بزنم. بفرمو شما صحبت کن. بابا جون من دیگه دلم نمیخواد کسی رو سرکیسته بکنم که این تورا خانو همیشه از من طلبکار باشه و حالشو ببره. با من دیگه خسته شدم اینقدر شبا با حال بد خوابیدم. دیگه دلم نمیخواد اینجوری بخوابم. بعد نگه الان هرچی به این بگه گوش بکنم دو روز دیگه از این چیزی که هست من بدتر میشم. بابا جون به جان خودت به جان خودم من حالتو میفهمم. خب من میگم عدد این جایی که مثلا میره تیغ بزنید دوزی و اینا از این پولدار پدر سوختان انتخاب بکنین وقتی تیغ بزنید دو ثوابی هم ببرین بعدم هر سرویسی میرین درصدی بدین به مستحق. این چه فرقی با پولشویی داره؟ خب مگه شستن پول بده یا بابا جون میشه. من دیگه نیستم. من دیگه نمیخوام این کارو بکنم. بعدش هم میخوام یه چیزی بهت بگم. بیا این تورانو بذاریم همینجا باشه کیفشو ببره. منو تو بریم دوباره مثل قدیم با هم زندگی کنیم و کار خوب بکنیم کار قانونی بکنیم. اینقدر دلمون نلرزه اینقدر حال میده. چی؟ ای چی میگی بابا؟ بابا میگم منم موافقم با این خیلی هم حال میده خیلی هم خوبه. فقط بنده خدا یه سر طلا میکسب بوده الان دل بسته به من الان دل خوشش منو ولش کنم برم. امیدوارم اینجوری باشه. من که بعید میتونم. الان داری چی کار میکنی؟ میرم دیگه. اینو الان بارو بندی رو بخچه بستی که چی کار بکنی؟ دارم میرم خونم. خونت؟ یعنی چه؟ به کسو کار که نیستم که. بعدشم تازه فهمیدم که من یه برادرم که شما من نگفتی. برادر؟ برادر دیگه جریانش چیه؟ وایسا بینم وایسا بینم وایسا بینم این جریان برادر دیگه چیه؟ برادرم دیگه همه همسایه هم که ما به شیر داده. نه نه خدا بیامرزد عمرش نکشید به تو شیر بده دیگه همسایه تو مگه ما اون موقع که تو گوشت ستاره زندگی میکردی من تازه به دنیا آمده بودم مامان به پسر همسایه‌مون شیر نداده. والا به خدا من همچی زیادمه. تو از کجا شنیدی؟ الان یکم قشنگ فکر کن یه همسایه داشتیم ما روبرومون که مادرش مرده بوده اونا میان که مامان بهش شیر بده. اسمش هم کامران بوده. اون فامیلیش چیه؟ باباش کیه؟ فامیلیش اسدی اسواش حسن آقا بوده. ای حسن آقا ای بر پدرت ای رفته نبا رفته نبا با همین حسن آقا هم که مزخرفات رو به تحویل دادم حسن آقا مگه همین به نگفته همین حسن آقا که نه اون نگفته که اون رفته پسرش گفته پسرش اومده به من گفته.
تو پسرش کجا دیدی؟ اومده بود برای مادر بزرگش دستبند بگیر از من. خیلی خوب، میاد دستبند بگیره، تو بسات من کم چون میگی آبیه چند قرمزه چند میگی 3 تا 5 تومن من پول میده میره دیگه. نه خب بعدش هی رفت هی اومد هی رفت هی اومد و من فهمیدم که مثلا من بوده مثلا خواستگاری داره این حرف رو. من کنار خیابون جای خواستگاریه؟ لفظشو بی خود کرد، لفظشو اومد غلط کرده، هرکی تو رو معرفی کرده، خانمت معرفی کرده. توران اگه معرفی کرده، تورانی حکمتی پشت حرفش بود دیگه، نیت خیلی داشته. ولی مگه نمیگی یارو اومده برای خواستگاری لفظش اومد؟ چطور یهو داداش عذاب در اومد؟ به خاطر اینکه رفته بوده به باباش مادر بزرگش گفته بوده، اونم گفته بودن که شیر مادر من خورده. این زنش مرده بود، این بچه شیر میخواست، زنگ زد به ما گفت چه میدونم زهری شما الان بچه دار شده، بیا ما هم شیر بدیم. زهری هم خب ما دستمون تنگ بود، گفت من پول شیرمو میخوام، حقم داشت دیگه، پول شیرش هم نگیره. حسن هم گفت من یک ریال نمیدم، ما هم گفتیم ما یه قطره شیر نمیدیم. والا مفبری که نیست. خب چرا دروغ گفت من؟ مهم نیست اصلا، رفتم. یعنی چی بابا؟ هی لوس میشه رفتم. خود لغت نکوبی دوباره به این جدول خیابون، کفشت خراب میشه. نمیخوام. چیزی کثیفه رو زمین بر نداری؟ مواظب باش دیگه چی بگم. چیزی هست میگه آفتاب آمد، دلیل آفتاب اینکه من اتفاق این کتاب بپوشم امروز. من شما بعد این همه سال یه سر به مغازه ما بزنید، من همه اینا رو میذارم پشت سرم. یعنی دوست دارم که اینجوری تعبیر کنم، من از فلسفه خودم که خدا یکی یار یکی عدول کردم و این جز شما از پس هیچ کسی بر نمی اومد. میدونم شما تقصیر ندارید، من اتفاق افتاد دیگه. چشمی به تخت و پخت ندارم، مرا بس است یک صندلی برای نشستن کنار تو. اگر اجازه بدیم من با بزرگتران برسم خدمتون، با هدفم هم ازدواجه و خدای نکرده نه چیز دیگه. اگه گویم خانم میشه این موزاییکا رو نگاه نکنی، یه نگاه به من بندازی؟ کوکه بله حسن، Pencereni bağladı, yuxi gələ gözümə. سلام. سلام. خوبی ملیه بابا؟ بله. خوبی؟ بله. کوکب خانم تشریف دارن؟ بله هستم. میگین یه تو که پا تشریف بیارن دم در؟ بله
داره میاد. ممنون بابا. بله؟ ملیه بابا تو هم تشریف بیاردم به در، یه چیزی برات آوردم که میخوام این رخت اعضا رو از تنت در بیارم. باشه بابا؟ باش. بیا پایین بابا. سلام. سلام، حال شما خوبی؟ ملیکا مامان آیفونو بذار. آیفونو بذار بابا. ببین. بله. خوبی؟ بله خوبم. چی شده؟ نکنه دوباره باز خواب دیدی تو؟ والا من بیدار شدم دوباره خوابیدم. بله. بعد تو خواب دوباره صداتون اکوش بیشتر بود این دفعه. صدای من؟ آره، گفتی که برای من گل بیاوره مهربان. تو خواب بود. من گفتم بله بله. بعد من گفتم چه گلی؟ بعد گفتی هر چی باشه باشه، فقط شاخ گل نباشه که عمرش یه روزه، من ابدی میخوام. بعد میگه من رفتم گل کوکب نبود، گلدون آوردم برات خدمت شما. آقای حسن آقا جان، من به چه زبونی باید به شما بگم؟ راحت راحت بگو، راحت، اصلا راحت، جمعم نبند من. ببینید من یه زن تنها. منم تنها. توی در و همسایه آبرو دارم. این درست نیست که شما هر دقیقه به هر بهانه هی میایید در خونه من. آه الان فهمیدم. خب تو بیا دم مغازه، تو بیا دم مغازه، اونجا میشینیم حرف میزنیم. کسی هم اومد تو نقش مشتری رو بازی میکنی، بعد میگی حسن آقا ماست بده، منم میگم خانم صبر کن باشه دیگه. طبیعی نمایی میکنیم، عادی نمایی میکنیم، بعد که رفتم دوباره میشینیم حرف میزنیم. حسن آقا حال کردی بعد؟ اگه یه بار دیگه، خب فقط یک بار دیگه، به هر بهانه‌ای سر راه منو بگیرید یا بیایید در خونه من، زنگ میزنم به مادرتون، همه چی رو بهش میگم، همه چی رو. ها چه شد یه هایی؟ کسی هم نبود، شاید هم بابا من اینجا راحت ترم. آره بابا یوم اینجا زندگی کردیم، همه اینجا من بابام میشناسن. ببین فقط بر من خوبیش اینه این زنه رو دیگه نمیبینم. آره بابا. خب میذاشتی بیام با هم خونه رو تمیز کنیم دیگه. آخه اصلا اینجا مرتبه، یا چیزی با خودشون اصلا نبردن که، فقط بسای شخصشون رو بردن. خیلی خب پس اگه کاری بود بگو من میام کمک. باش به زنگ میزنم. خداحافظ. دست در خداحافظ. حسن سرما خوردی؟ تب داری؟ ورشکست شدی؟ بکنه اتولارده؟ یه چیزی بگو، مال تو بردن؟ سرت کلا گذاشتن؟ یه چیزی بگو، به جهنم نگو. کلیت خدا بیر برم اولادا خاطر. نیه یالون اونجا پرا گلاس.
یاره کنم تازاق بیلمیرم نه اولازاق کلانی خاطره دی ماما برو گلاز یاره اولازاق دلی اولم بدنیز با تبیر یاره خاطره دی بدنیز بس کلامی بس خاطره ببین چی واسه آوردم یالا تخم مرغ آوردم برات بشکنم من آوردی آره یه دونه داشتی مال کامران بود دیگه دلم نیمد آوردم برای تو برای من؟ آره بگو زرنا سال بابا سال صدر بس چون بس بگم نجارم حسن زن حسن زن حسن اون یکی حسن همسایه مغازمون اون یکی حسن زن حسن زن حسن دایی دایی بحسخ دایی زن دایی لب بحسخ لب به لب دایی کامران نه من کامران بابا صبح بد نگام کرد داشت میرفت خب چه با کامران چی کار میری ببخشید سن من توز آجازم بابا ببنه بود سم بلد پختی اینو اینم نمیخواد کامران کی به تو چشم میزنه من نمیدونم برای همینه تو مرغ برات نمیشکنم دایی اصلا کیم جز برات آقا بول نه این دایی زندار بابا به نمه نداخت کرکرم نشید پایین میره بالا دوباره بره بالا فلسفه‌ش همینه دیگه کرکرم میاد پایین میره بالا خب از اول بذار بالا باشه دیگه این نشون دهنده اعتماد من به اهالیه میدونی باید تا کاسب نباشی نمیفهمی اما هزار زندگیمونو خاکی کرد 500 تا جعبه آوردم بیرون مشغوله کی مشغوله آقا مشغول داره صبح‌کشی میکنه بیا بریم کمکش تا خودتو نتکوندی مثل شاپور بیا بریم یه لیس هم بزنی خود شاپوری بیا بریم کمک کجا بریم؟ بیا بریم کمک آقای مشغول دیگه آقای مشغول به من چرا پی داره؟ آقا کردی باربر خودت منو نمیخوام بیام تو که قیافه نداری هنر نداری درس نخوندی که من بهت افتخار کنم لاغل بذار به این زورت افتخار کنم بیا بابا ببین بهت گفتم یخچال یهویی بلند میکنه میخوام قیافه شو ببینم بیا پسر توان بندم بیا سلام علیکم خسته نباشین آقا مشغول داره میره بله داریم میریم دیگه خب به سلامتی بعد شما ما پدر مادرش هستیم داریم براش اسباب میکشیم شما هم بفرمایید دست شما نره خودش کجاست خودش منزل جدیده یه سری اساسیه بردیم دارن جابجا میکنن ما هم اینجا سر باریم که یه وقت امنیت نیست چیزی غیب میشه بفرمایید اینجا تنها چیزی که داره امنیت ما الان کرکنا رو نصفه کشیدیم اومده اینجا برو پسرم الان اومده کمک بفرمایید کمک نمیخواد چون خودشون مشغولن دیگه آقا دارم آقا کمک نمیخواد که ما رو کشیدیم بهت میگم چرا بزنی منم میبری پدر جا کمک میخوای شما نه اصلا نیازی نیست اصرار نکن این میگه این عقلش نمیرسه یه چیزی میگه تو حالا گیر دادی شما اصلا عمو این نسل اصلا نسل عوض شده اینا احترام حالیشون نیست یه زمانی همسایه سنگ میخواست بلند کنه همه میختن رو سر تو فقط وایسادنشو ببین دستاشو ببین چیکار کنم الان من چیکار کنم آقا جزو عزیز من این عمو با این سن با این صدای تاثیرگذارش الان فرش رو بجو کنه وسیله سنگی برو پایین زیر زمین همه وسیله سنگی آقا شما باید بگوین آقا مشغول کجاست آقا مشغول نزد جدیدن یه سر اساسی بودیم دارن جا بجام خیلی خوب دیگه بفرمایید دیگه الان پسر من الان پسرم جمع میکنه همه رو میاره بالا همه رو با نه بجو چیزی داده به ما بل نکن نمیاد آقا مشمون خداحافظی کنی؟ چرا قربان دارم فون کنه جدید رفتاره رو تحبیل میگیره بعدش میاد خدمتون هم ماشالله چه فرسی ما هم که اینجا سر باریم میدونی امنیت نیست بله یه چیزی غیب شه ولی بعدش میاد ولی اینجا امنیت است ولی پدر مشغول مادر مشغول بهش بگین که ما اینقدر همسایه بدی بودیم
که حاضر نشد بیاد اینجا خداحافظی کنه دیگه. غیر از اینه نمیاد دیگه. حتما واسه تعبیر دیگه بعدش میاد. میاد خیالم راحت. ببرم نم لخت بعد اومد پس. پس چی شد؟ چرا دست خالی؟ بزرگه اونو خیلی. با گنده جان نداره تو خونه من برم بیارم الکی کجا بذاری؟ آقا جا میشه تو بردار بیار میذاریم اینجا دیگه. آقا جان ما این بارو میبریم خالی میکنیم یه قالب دیگه میفسیم بقیه رو بفس بیا. حالا خب یالا خالی کردم. پس ببین اینم ببریم با خودتون. چرا منو ببرم؟ آقا برو خوردی بگی دمی بخوریم چیزی. نه 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 لازم نیست اونجا کسی هست. شما اینجا باشید در بازه. پس ببخشید خانم مشغول آقای مشغول کجا؟ من نمیام. خودش میاد شما اینجا باشین در بازه. آره آره چجوری گفت آقا مشغول در باشین در بازه خودش میاد. پدر مشغول مراقب خودتون باشین. ای آقا مشغولی که اصلا که سلام حسن استاد بزن بابا روشن باشم آلی یارو کجا میبرم بگی جلو شو اول پس بابا آلا میراز از زندگی ما بردن باشه خب بریم بریم لالا بزن فیلم بگیرم زنگ بزن 110 زنگ بزن تو 110 بابا زنگ بزن دایی بیاد ببینه داریم بلندش کردیم یه فیلم بگیر از من بهش نشون بدم توانایی رو ببینه دیدی حال میکنی قدرتو حال میکنی ما همون اینطوریمو نظری بده میگه بی خورده چیه